شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه امروز در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون. سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان گرامی در هر جای جهان. آقای بنی‌صدر اجازه فرمایید که فرارسیدن سال نو رو به جناب عالی و خانواده محترم و همه همیهنان عزیز تبریک و تهنیت بگم و آرزو کنم که انشاءالله سال آینده همه ایرانیان در وطن جشن آبادی و آزادی ایران رو بگیریم. چنین باد. آغاز میکنم سخن رو با تبریک و اینطور عرض میکنم: هموطنان عزیزم، فرا رسیدن نوروز را به شما مردم ایران تبریک میگویم. به همه دیگر مردمی که نوروز را جشن میگیرند نیز تبریک میگویم. به همه آنها که بر حقوق خیش وجدان دارند و به این حقوق عمل می کنند و حقوند به معنای نگهبان و حقاق کننده حقوق هستند، زندگی انسانها را نو و روزهاشان را نوروز می کنند تبریک و سر تبریک می گویم. یاد می آورم، یاد آوریم که ملی کردن صنعت نفت احقاق حق شد و به نوروز واقعیت بخشید. نوروز روز بازیافتن وجدان بر حقوق و عمل کردن به حقوق و نگهبانی و دفاع از حقوق است. امید که شما مردم ایران نسل امروز چنین میکنید و از این پس نوروز ایران شما را ملت پیشگام در جهان بر استقرار حقوق، برخورداری از حقوق و حقبندی میگرداند. شادی و پیروزی شما را باد. خیلی ممنون آقای بنی‌صدر. من خواهش کنم که در رابطه با وضعیتی که هستیم، وضعیت سنجی که به کجا خواهیم رفت، با همینان ما در این روز اول سال نو صحبت بفرمایید. عرض کنم اون پیام تفصیلی که به نوشته در آمده و حالا هم به گفتار در می آید، در واقع از اینجا شروع می شود که اون چه بر انسان گذشته، به خصوص در قرن بیستم مسیحی، از استقرار استبدادهای فراگیر مثل نازیسم و استالینیسم و حالا سرمایه سالاری، جنگ ها و جبر روابط قوا، یک رویارویی رو به وجود آورده روشنتر و واضحتر از هر سخن. یک سو کسانی هستند که منکر حقوق هستند. انسان میگویند طبیعت به انسان حقوق نداده. انسان هم خود حقوق ندارد. نشستن یه عده گفتن شما مردم انسان های این حقوق را دارید. حالا ما میگیم ندارید. این جنایتی که در دوران جدید رویداد و فراوان جنایتهایی که در اینجا و اونجای جهان روی میدهد، به قول فانون در کوچه خیابانی نیست در این جهان که خون ریخته نشود، این حاصل این تحول، چه در یک طرف این تحول کسانی قرار گرفتن که سلطه خود را بر جهان چون سابق ممکن نمیبینند. اینها دیگه علنی آشکار اوریان از حضر به زور و جنگ سخن میگوید. اینکه اون جنایتکار آقای ترامپ را رهبر خیش، رهبر طرز فکری که معتقد است به برتری و سلطه نژاد سفید بر نژادهای دیگر مینامد، نه از راه اتفاقه، از راه این رویارویی همگانی در سطح جهان است. یک زمان بود که مردم کشورهای ما خود رو در بنبست فکری عملی می‌دیدیم، علمی. الان این جهان است که خود رو در بنبست می‌بیند و برای بیرون رفتن از بنبست، اندیشمندان کشورهای مختلف جهان به این فکر رسیدند که جز از موضع حقوق
نمی شود با این بلای عظیم هستی سوز رویارویی کرد. شگفتا انقلاب ایران آغازگر این راه حجویی بود، انقلاب ایران بود که با استقلال آزادی با حقوق انسان راه افتاد، به نتیجه رسید در مرحله نخستین با سازی استبداد کار را به جایی رسونده است که اکنون در همون کشور سخن گفتن از حقوق انسان جرم است. خانم ستوده را به همین دلیل به 38 سال زندان محکوم کردند. در این رویارویی تعریف جدیدی از انسان ضرور است. اون تعریفی که در غرب پیشنهاد کردند به جامعه شناسان و فیلسوفان این است که انسان موجودی است حقوقمند و خلاق. هرگاه وجدان پیدا کند، شعور پیدا کند، آگاهی پیدا کند به خود به عنوان حقوقمند و خلاق، این میتواند در برابر این خطر عظیم بایستد و از آن عبور کند و به اصطلاح تجدد. به همین معنا میگویند اون تعریف های سابق همه نادرست بود، کار رو به این بنبست کشنده و تعریف جدید حقوقمندی است و وجدان به خود است به عنوان خلاق، موجود خلاق. خب حالا ما یک سوال اینجا بکنیم از خودمون. ما میگوییم که یکی از روایت ها در باب نوروز، در باب نوروز این است که در دوران جمشیدی مرد نبود، زندگی بود، پیری نبود، جوانی بود، گرسنگی نبود، سیری بود، غم نبود، شادی بود، یأس نبود، امید بود، همه جا بهار بود. خب آدمی از خود میپرسد که این مردم ایران این اسطوره و داستان رو که هیچ واقعیتی ظاهر در اون نیست، این رو چگونه به اصطلاح مبنا قرار دادن برای جشن نوروز بدن؟ چون زندگی چنین شد، جامعه‌ای پیدا کردیم که در آن مرد نبود و زندگی نبود، بود پیری نبود و جوانی بود، گرسنگی نبود و سیری بود، یأس نبود و امید بود، غم نبود و شادی بود، ما این رو جشن گرفتیم. اما خوب که تأمل کنیم می‌بینیم که اگر انسان‌ها به حقوق خود وجدان پیدا کنند و به این حقوق عمل بکنند، این جامعه رو پیدا می‌کنند. پس اسطوره داستان خالص نابی هم نیست، واقعیتی توش هست. اگر ما به حقوق خویش رو بشناسیم و به اون حقوق عمل کنیم، این تأمل است، این واقعیت زمان، این رویارویی در سطح جهان ما را بران داشت که تأمل کنیم در راه کارجویی. و این تأمل ما کسانی که در انقلاب ایران شرکت کرده بودیم و وفا کردیم به اصول راهنمایان انقلاب، به حاصلش شد حقوق پنجگانه. از این جهت تقدم دارد مردم ایران بر جهانیان و این راهکار راهکاری است که امکان می‌دهد به انسان امروز که در برابر خطری که حیات رو در روی زمین تهدید می‌کنه بایسته و بر این خطر غلبه کنه. حالا اون نظری که در غرب اظهار شده است یک گیری داره، نه که بی به اصطلاح گیر باشه. میگوید که انسان باید خودشو خالق خیش بداند. اما چگونه میشود انسان خلاق باشه؟ دونم در این حدی که خود رو خالق خیش هم بدونه. در اینجا باز برمیگردیم به یافته موازنه عدمی که یافته ایرانیان بود از روزگاران بسیار پیش تا این زمان. اون این که انسان خلاق نمی شود مگر وقتی این همانی پیدا می کند با هستی، هستی محض،
در این همانی با هستی است که توانا می شود به خلق و این توانایی و این لحظه خلقی که آزادی است و موازنه عدمی همین است. پس این یافتن موازنه عدمی که ایرانیان یافتند به یمن او توانستند منتجه قوا رو در مرزها صفر بکنند، مسون بمانند از امیران مهاجمان بیرونی و حیات ملی رو تا امروز ادامه بدن. نوروز بدین خاطر جشن شد. هموطنان عزیز من، حالا بیاییم ببینیم که راجب این حقوق که ما حقوق داریم، اونها که منکرن که منکرن، اونها که منکرن یه دلیل دارن میارن، آنن که بگم همچه بگم آقا میگه اینا مزخرفاته، دلیلشون اینه، میگه آقا اینه انسان ساخته. یه آدمی آمده میگه شما این اعلامیه جهانی حقوق بشر اعطی نشستن نوشتن، میگن انسان این حقوق داره جهان شمولم هست. خب من میگم نداره. نتیجه اون حقوق که شما گفتی جهان داره این است که اون بخش قابل پیشرفت به اصطلاح میدونه زندگی چیست و ابداع میکنه، ابتکار میکنه، دانش و فن رو پیشرفت میکنه، این داره یواش یواش در محاصره و محاط اکثریت بزرگی در میاد که فقط شکل انسان داره. حالا شما به ما میگویید که من همون حقوق دارم که اون چند میلیاردی که مردم اصلا از زندگی چی میفهمن ادعاشون اینه. در واقع هم اگر بگوییم انسان خود خالق این حقوقه، خود انسان است این حقوق رو برای خود ساخته و میگه من دارم و جهان شمول است، خب این اولا میبینیم که انسان ها که یه دست نیستن. اون اقلیت حاکم هم برای خود یه حقوق قائل میشود، از جمله این که من بر جهان باید مسلط باشم، حق طبیعی منه، میگه از آقای هگل بپرس، و منم که حق دارم از حقوق برخوردار باشم، بقیه بشر نه، هرچه حقی نداره. حالا اگر آمدیم گفتیم نه ما خالق حقوق نیستیم، اگه ما خودمون موجودات نسبی هستیم، اگر ما خلق کنیم خلق ما هم نسبیه دیگه، مطلق که نیست، چگونه بگیم اینجا جهان شموله؟ برای اینکه جهان شمول باشه، هستی شمول باشه، اولا باید حق به ویژگی هاش تعریف بشه، ثانیاً یه نسبتی داشته باشه با حیات ما. بعضی آمدن گفتن آقا این اینا که طرفدار حقوق طبیعی هستن، این حقوق رو انسان خلق نکرده، طبیعت به موجود انسانی داده، چون کل انسان ها هم مخلوق طبیعت هستند، پس همه از این حقوق طبیعت بهشون داده برخوردارن. خب حالا میاد اینجا که خب اگر بگیم این طبیعت این حقوق داده، خب طبیعت کیه؟ ما انسان ها تعبیر میکنیم، میگیم طبیعت این حقوق داده، از اون انسان ها یکی آقای ارسطوئه که میگه این نخبه ها خلق شدن، طبیعت خلق کرده برای رهبری و اکثریت بزرگ هم خلق شدن برای اطاعت، اونا ملحق به حیوان هم. پس حقوقی که طبیعت داده یکسان نمیتوانه داده باشه، به دلیل نایکسانی ها که انسان ها دارن، که بعضی خلق شدن برای رهبری، بعضی هم خلق شدن برای اطاعت. تازه خود این طبیعت، این انسان این بلاها رو سر این طبیعت آورده. الان این خود طبیعت میگه آقا این حقوق من رو رعایت کن، وگرنه من میمیرم، اگر من بمیرم توی انسان هم نمیتونی زنده بمونی. خب یه طبیعتی که ما داریم به حقوقش تجاوز میکنیم، اون خودش یه حقوقی به ما داده که ما به اون حقوق به کار نمیبریم، سهله به حقوق طبیعت هم تجاوز میکنیم. پدرش هم میگم پدر طبیعت هم در میاری، در میاری. پس این حقوق رو بگیم به طبیعت داده، راه باز میشه برای بسیاری از این طرز فکرهایی که به همون به استناد طبیعت تبعیضها قائل میشن، تبعیضات نژادی، تبعیضات میان مرد و زن،
تمیزات میان نخبه و غیر نخبه، این نقبه این، حالا این دوتا از طرز فکر راجع که رایشترینش بود من موضوع بحث قرار دادم، نقد این نظرها راجع به حقوق که حق برابطش با انسان، ما را رسون به اینجا که این حقوق ذاتی حیات هست، به این معنا که اگر بهش عمل بکنی زندگی شما کامل تره، نکنی ناقصتر، اگر همش نکنی مرگه. بعضیاشون اینقدر اهمیت داره که نکنی در جا میمیری مثل نفس کشیدن. پس این حقوق ذاتی، حالا دیگه ما دیگه نه مشکل این که انسان حقوق خلق کرده داریم که هر کسی بده این حقوق من اینجوری خلق کردم، نه مشکل این حقوق طبیعی داریم، راه بر نابرابری و تبعیض در اون چه به حقوق مربوط می شود بسته می شود. این دستاورد هم نوروز است، اگر بهش عمل بکنیم همه روز ما نوروز است. خب حالا ما بیان یک به اصطلاح آزمون امتحانی با هم یه تجربه انجام بدیم، یه رابطه هایی که با هم داریم رو شناسایی کنیم. اگر این کار بکنیم متوجه میشیم که این رابطه هایی که ما با هم داریم یا رابطه قوا هستن، یعنی دو طرف به تناسب زوری که دارن، علمی که دارن، فنی که بلدن، ثروتی که دارن، بالا و پایین هم نسبت به هم قرار میگیرن، زبر و زیر، یا نه مثلا دوستن با هم که در این دوستی دیگه اون عامل زور نیست، حذفه. خب در این رابطه قوایی که ما داریم چی به کار میبریم؟ اینه که برای این سوال اگر جواب براش پیدا کنید کار خیلی ساده میشود. خواهید دید که یک عنصر، یک مؤلفه از مؤلفه هایی که در این رابطه قوا به کار میبریم قطعا زوره. حالا یک امتحان دیگه هم بکنیم، اگر نه ما دوست باشیم با هم، که خصوصا دوستی باشیم که هم حقوق خود رو بشناسیم، به حقوق خودمون عمل کنیم، هم حقوق دیگری رو بشناسیم و او هم به حقوق خود عمل کنه، حقوق ما رو بشناسه، اونجا چه ترکیبی به کار میبریم؟ قطعا زور توش نیست. علم هست با هم مبادله علمی میکنیم، فن هست چیز هست هم یاد میگیریم، عرض کنم به شما همکاری در مثلا کار اقتصادی هست، کار علمی هست، اینجور کار هست. حالا اگر اینجا این دوتا تجربه را انجام بدیم یک مسئله اساسی به دست ما میاد، اون اینه که اون ترکیب اولی که زور توش هست در این دوستی کارایی ندارد. اگر بخوای به کار ببری دوستی رو میکنه دشمنی، دشمنی ها اینجوری بدید میادید. در این ترکیب دومی که زور توش نبود این هم در اون روابط قوا کارایی ندارد، زور توش نیست. خب این تجربه رو شما انجام بدید، در سطح جامعه اگر شما وجدان پیدا کنید در همین دو تا رابطه که یکیشو قدرت تنظیم میکنه که زور توشه، یکیشو حقوق تنظیم میکنه که زور توش نیست، اگر دومی رو رابطه هاتون رو با حقوق تنظیم کنید، شما جامعه میشوید رها از فقر. اول فقر فرهنگی که فقر مادی دنبالشه، رها میشوید از استبداد، برای اینکه انسانهای مستقل و آزاد میشوید، خلاق میشوید، عنوان مجموعه از استعدادها، نه تنها یه استعداد خلاقه، استعداد علمی، استعداد فنی، استعداد هنری، استعداد اندیشه راهنما، استعداد سیاسی، استعداد اقتصادی، استعداد تعلیم و تربیت، استعداد عنف و و و فراوان استعداد فضل دارد انسان، مجموعی از همه اینها می شوید. اون وقت دیگه شما یک قاضی القضات پیدا نمی کنید که شاگرد این آقای رهبر بوده باشد و در این جهان، در این جهان و با اون سابقه تاریخی طولانی ایران، با اون فرهنگ موازنه عدمی مردم ایران بگوید که امنیت و عدالت مقدم است. امید من این است که شما مردم ایران این پیام رو
فراخواندن شماست به حقوق پنجگانه، حقوق انسان، حقوق شهروندی شما مردم ایران، حقوق طبیعت، حقوق ملی شما مردم ایران و حقوق شما به عنوان عضو جامعه جهانی. بزرگی مردم ایران در این نیست که در جنگ های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دائم شرکت بکند. بزرگی ایران در این است که راهبر جهانیان به حقوق مندی و حقوق بندی باشد. این نوروز چون این روزی است، شما را فراغ می خوانم به شناسایی این حقوق، به وجدان در این حقوق و با یافتن خود به عنوان مجموعی توانا به زیست در استقلال و آزادی. شاد و پیروز باشید.